سن لوئیس اومدنمون خیلی انتخابی نبود، ولی در سن لوئیس موندنمون به حسب انتخاب بوده. پریسا 6 ساله که از فرانسه همراه با همسرش و دختر و پسرش دنای 13 ساله و برنای 8 ساله به آمریکا و شهر سن لوئیس مهاجرت کرده. برای زندگی خانوادگی شهر مناسبیه. دانشگاه واشنگتن برام خیلی جالبه. موزه هنر، موزه علوم، نمیدونم پارک، همه اینا از تمام این امکانات میتونیم بدون استرس استفاده کنیم. پریسا با وجودی که در فرانسه در رشته مامایی تحصیل کرده، در دانشگاه واشنگتن سن لوئیس دانشجوی فوق لیسانس رشته شرق شناسی است و قصد داره در همین دانشگاه ادبیات فارسی تدریس کنه. منهای حالا تایتل مطالعات خاورمیانه یا شرق شناسی که رشته که من درش درس میخونم است، این یه شاخه اصلیش ادبیات هست. من همیشه برام ادبیات خیلی جذاب بوده. این خانواده ایرانی هم مانند دیگر خانواده‌های مهاجر تلاش می‌کنن فرهنگ و زبان کشور زادگاهشون رو به فرزندانشون بیاموزن. پس یه طرف رستم یه دریاچه‌ست و اونکی طرفش هم یه دونه کوهه. اونها به ایران رفت آمد می‌کنن تا بچه‌ها از نزدیک با زندگی ایرانی آشنا بشن. ایرانم مدلی که نشون میدن فرق میکنه، واقعا خیلی جای قشنگه. اینجا زندگی آسون تره تا ایران. ایران مثلا خیلی سخته، ولی هر دوتاشون واقعا جای جالبیان. تعداد ایرانیانی که ساکن شهر سن لوئیس هستن شاید کم باشه، اما اشتیاق اونها برای آموختن زبان و فرهنگ ایرانی به فرزندانشون کم نیست، هرچند که خودشون نسل دوم ایرانیان مهاجر در آمریکا باشن. یکی بود یکی نبود، سر گنبر کبود، بربری ها نشسته بود، اسب اساری میکرد. پریسا ضمن تلاش برای حفظ فرهنگ و زبان فارسی در خانواده، البته از توجه و آموختن فرهنگ و هنر آمریکا به فرزندانش هم غافل نیست. مهشید ندیری، صدای آمریکا، سن لوئیس.